کنترل پروازهای 8 فرودگاه اصلی کشور در دست اسرائیل. اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی: خرید واکسن روسی خطر آفرین است. لطفاً پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید. با سپاس از همراهی شما. شبکه العربی امروز به نقل از منابع خود اعلام کرد شنیده شدن صدای آژیر خطر در تهران و اختلال در مسیر پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی می تواند به دلیل حمله سایبری باشد. منبع موثقی هم دیشب در یک کانال تلگرامی سایبری اعلام کرد که علت آژیر کاملا مشخص شده ولی مسئولان مجبور به سکوت هستند. اول اینکه سه جنگنده اسرائیلی به مرزهای ایران نزدیک شدند و مشخص نیست که به کمک آواکس آمریکایی ورود کردند یا نه. دوما اینکه در لحظه آژیر حمله سایبری سنگینی به 8 فرودگاه بزرگ کشور شده و تمام سیستم‌های امنیتی و کنترلی آنها حدود 1 ساعت از کار افتادند. اتفاقی که می‌توانست باعث فاجعه بزرگی در ایران شود. این منبع می‌گوید اسرائیل با این حرکت خواسته ضربه شست بزرگی به رژیم جمهوری اسلامی نشان دهد. این شبکه اضافه کرده شامگاه جمعه صدای آژیر خطر در غرب پایتخت ایران شنیده شده و مقام‌های رسمی در تهران اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح کردند. این در حالی است که محمد امیرانی عضو هیئت مدیره و راهبر عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اخلال در سامانه مخابراتی شرکت فرودگاه‌ها طی 24 ساعت گذشته را رد کرد. او روز شنبه به ایلنا گفت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از تمام تجهیزات لازم در لایه‌های مختلف برای حفاظت امنیتی از شبکه مخابراتی استفاده کرده و از لحاظ نفوذ ناپذیری دارای رتبه قابل قبول است. رادیو پیام اسرائیل هم امروز در مقاله‌ای نوشت سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی رژیم در همان حال که از انتشار هر گونه خبر موثقی درباره علت به صدا در آمدن آژیر خطر در نزدیکی یک سایت امور موشکی در حومه غربی تهران خودداری می‌ورزند، این احتمال را که جنگنده‌های اسرائیلی به ایران حمله کرده بودند نادرست خواندند و همزمان با آن پرواز بمب‌افکن‌های سنگین B-52 آمریکایی در حریم هوای ایران را نادرست دانستند. رژیم ایران به رسانه‌های همگانی داخل کشور دستور داده که حق ندارند به تحقیق و بررسی علل به صدا در آمدن آژیر بپردازند، ولی منابع خبری رادیو اسرائیل در تهران این احتمال را بعید ندانستند که به کار افتادن آژیر یک اقدام هکری از جانب اسرائیل و یا هر کشور دیگری بوده است. آژیر خطر کمتر از یک روز پس از تعرض خرابکارانه ناشیانه به سفارت اسرائیل در دهلی نو رخ داد و منابع خبری میگویند که ممکن است این نوع هشدار از جانب اسرائیل برای منصرف ساختن رژیم ایران از انتقامگیری بیشتر در رابطه با ترور محسن فخری زاده باشد. مقامات حکومت درباره علل به صدا در آمدن آژیر بهانه‌های مختلفی مطرح ساختند که مانند همیشه بخشی از دروغ پردازی های آنها برای پوشیده نگه داشتن حقایق بوده است. از یک سو گفتند که نقص فنی در دستگاه آژیر علت بروز این حادثه بوده و فرد دیگری ادعا کرد که به علت باران شدید و رخنه یابی آب به داخل دستگاه بوده است. ولی این توضیحات قانع کننده نیست. به ویژه اینکه به موجب برخی گزارش ها همزمان سامانه های خبری چند فرودگاه ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی به طور موقت از کار افتاد و به هواپیماها اجازه فرود آمدن در فرودگاه‌های موسوم به امام خمینی داده نشد و یک هواپیمای مسافری ترک به ناچار رهسپار باکو گردید. رژیم ایران ادعا می‌کند که علت تغییر مسیر هواپیما وخامت وضع هوا در اطراف تهران بوده و خود خلبان
تصمیم به خودداری از فرود آمدن گرفته است. ولی اگر این ادعا درست باشد، چرا هواپیما در یکی از فرودگاه‌های دیگر ایران هدایت نگردید و ناچار شد در باکو فرود آید؟ در هر حال یکی از ارزیابی‌های منابع خبری در تهران آن است که به کار افتادن آژیر نتیجه رخنه‌یابی هکری بوده و احتمال دارد که اسرائیل با این اقدام خواسته است یک بار دیگر به حکومت ایران هشدار دهد. همین منابع می‌گویند این واقعیت که در کنار سایت موشکی رژیم ایران آژیر قدرتمند قرار داده شده بود نشان از حساسیت و اهمیت آن مکان دارد، به ویژه آنکه حکومت هیچ گونه اطلاعاتی درباره ماهیت محل استقرار آژیر منتشر نساخته است. سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد که 98 عضو مجمع عمومی این سازمان در نامه‌ای به حسن روحانی از رئیس جمهوری خواستند در مورد خرید واکسن کرونا معتبر و مطمئن بررسی بیشتری انجام شود. در این نامه خرید واکسن روسی غیر موجه و خطر آفرین توصیف شده است. این نامه در حالی منتشر شده که موضوع خرید واکسن اسپوتنیک وی از روسیه که به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است. در بخشی از این نامه با اشاره به نبود اطلاعات شفاف در مورد این واکسن آمده است، مدارک و دلایل تایید این واکسن در اختیار جامعه پزشکی قرار نگرفته است. بدیهی است که جامعه پزشکی پس از یک سال تلاش، چشم انتظار تدبیر و اقدامی عاجل برای واکسیناسیون سراسری با واکسنی معتبر است که روند علمی معمول را طی کرده باشد. این نامه در ادامه توصیه می‌کند که به در نظر گرفته شدن جمعی شرایط نسبت به خرید بهترین واکسن‌های موجود در دنیا از شرکت‌های چند ملیتی اقدام شود. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته خرید واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرده و مدعی شده بود به این واکسن‌ها که به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیدند اعتماد ندارد. خامنه‌ای در حالی از بی‌اعتمادی به واکسن فایزر سخن می‌گوید که اغلب کشورهای منطقه با استفاده از این واکسن به سرعت در حال واکسیناسیون شهروندان خود هستند تا آنها در برابر بیماری همه‌گیر کووید 19 ایمن شوند. در این بین روسیه مدعی شده که واکسن اسپوتنیک که مراحل علمی و آزمایش بالینی را به طور کامل طی نکرده و از همین رو به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده در مقابله با کرونا مؤثر است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای نخستین بار در جریان سفر اخیر خود به مسکو از برنامه تهران برای خرید واکسن روسی پرده برداشت. در بخش دیگری از نامه سازمان نظام پزشکی آمده است که واکسن مذکور توسط هیچ یک از منابع معتبر جهانی تایید نشده و سربخشی و بی‌خطریان نیز مورد تردید قرار دارد. 98 نفر که این نامه را امضا کردند تاکید دارند که هر گونه تعلل، تأخیر و ملاحظه کاری و مسامحه در این زمینه غیر قابل قبول، نابخشودنی و تحمل ناپذیر است. پیش از این حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نیز گفته بود آنهایی که نمیخواهند واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در کشور استفاده شود باید مسئولیت عواقب احتمالی آن را بپذیرند. در بخش دیگری از نامه سازمان نظام پزشکی توصیه شده خرید واکسن بر اساس نگرش علمی انجام شود نه مسائل سیاسی. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت منتقدان واکسن روسی را به خیانت متهم کرده و ادعا می کند آنها منافع اقتصادی دارند. نمکی با دفاع از واکسن روسی مدعی شد که برای نشان دادن اطمینان به واکسن روسی اول آن را به خانواده خودمان تزریق می کنیم. سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تحت نظر نمکی به طور اضطراری مجوز استفاده از واکسن اسپوتنیک وی را صادر کرده است.